اولین حملات اسرائیل در عمق خاک لبنان. بنابر گزارش‌ها روز دوشنبه اسرائیل دو حمله هوایی همزمان به اطراف شهر بعلبک لبنان انجام داده است. هدف حمله یک ساختمان دو طبقه وابسته به حزب الله و یک انبار اسلحه این گروه بود و در این حمله دست کم دو عضو حزب الله کشته شدند. در بیش از 4 ماه که از آغاز تنش مرتبط با غزه می گذرد، این برای نخستین بار است که اسرائیل عمق لبنان را هدف قرار می دهد. به نوشته رویترز، ارتش اسرائیل گفته است که این حمله به پدافند هوایی حزب الله و در پاسخ به سرنگونی یک پهباد اسرائیلی در منطقه انجام شده است. حزب الله لبنان نیز ساعاتی پیش از آن در بیانیه‌ای گفته بود که یگان پدافند هوایی حزب الله یک پهباد بزرگ اسرائیلی هرمز 450 را با موشک زمین به هوا در جنوب لبنان سرنگون کرد. شهر بعلبک از پایگاه‌های اصلی حزب الله است و در همسایگی با سوریه قرار دارد. سوریه نیز تحت کنترل یک دولت متحد با حزب الله و ایران است. یک روز پیش از این حمله، یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که حتی اگر کشورش با گروه حماس بر سر آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها به توافق برسد، اقدامات اسرائیل علیه حزب الله ادامه خواهد یافت. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد اسرائیل قصد دارد در پاسخ به حملات روزانه حزب الله مورد حمایت ایران به مرز شمالی اسرائیل، فشار نظامی بر این گروه شبه نظامی در لبنان را بیشتر کند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، گالانت در ستاد فرماندهی شمالی اسرائیل گفت ما قصد داریم قدرت آتش خود را علیه حزب الله که قادر به یافتن جایگزین برای فرماندهانی که ما از بین میبریم نیست افزایش دهیم. گالانت همچنین افزود که این امر حتی در صورت آتش بس در جنگ نوار غزه نیز تغییر نخواهد کرد. او گفت فشار نظامی بر این شبه نظامیان تا زمانی که حزب الله به طور کامل از مرز اسرائیل عقب نشینی کند افزایش خواهد یافت. مذاکرات بر سر توافق احتمالی با حماس برای آزاد کردن گروگان ها و وقفه در جنگ غزه که به دنبال حمله این گروه به جنوب اسرائیل در روز 7 اکتبر آغاز شد ادامه دارد. از سوی مرز میان اسرائیل و لبنان نیز طی این مدت تقریباً به طور روزانه صحنه درگیری میان اسرائیل و حزب الله بوده است. حماس و حزب الله هر دو در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و بسیاری از کشورهای غربی قرار دارند و هر دو نیز تحت حمایت ایران هستند. گالانت با اشاره به درگیری‌ها در مرز اسرائیل و لبنان گفت اگر کسی فکر می‌کند که وقتی بر سر آزادی گروگان‌ها در جنوب و توقف جنگ به توافق برسیم درگیری‌ها در اینجا نیز کاهش پیدا خواهد کرد اشتباه می‌کند. وی افزود که اسرائیل می‌خواهد اطمینان پیدا کند که شبه نظامیان حزب الله از مناطق مرزی جنوب لبنان تهدیدی را متوجه آن نخواهند کرد. ارتش اسرائیل 3 هفته پیش تایید کرده بود که در دوره اخیر بیش از 50 بار به اهداف وابسته به حزب الله در خاک سوریه نیز حمله کرده است. از 8 اکتبر حزب الله و دشمن سرسختش اسرائیل در مناطق مرزی تبادل آتش کردند، اما حملات تا حد زیادی به منطقه مرزی محدود شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، از ماه اکتبر دست کم 278 نفر در سمت لبنان کشته شدند که بیشتر آنها نظامیان حزب الله و همچنین شامل 44 غیر نظامی بودند. به گفته ارتش اسرائیل، 10 سرباز و 6 غیر نظامی نیز در سمت اسرائیل کشته شدند. این درگیری‌ها 10,000 غیر نظامی را در 2 سوی مرز آواره کرده است.